سلام، به این صفحه دوی آخر هفته خوش آمدید. اعلام شده که مدارس و دانشگاه‌ها در ایران تا پایان اسفند به دلیل نگرانی از شیوع ویروس کرونا تعطیل هستند. تو هفته اول فروردین هم که معمولاً تعطیلات نوروزی است، بنابراین از امروز کشور برای حدود یک ماه دست کم در حوزه آموزش تعطیل است. نماز جمعه این هفته در سراسر کشور منتفی شده. هفته پیش تهران و چند شهر دیگر نماز جمعه نداشتند. مجلس تعطیل است. آیت الله خامنه ای با دور زدن مجلس بودجه را مستقیم از کمیسیون تلفیق به شورای نگهبان فرستاده. اوضاع اقتصادی به سامان نیست و بسیاری نسبت به تأثیر کرونا بر اقتصاد نحیف ایران هشدار می‌دهند. شمار آمار رسمی قربانیان طوری اعلام می‌شود که بسیاری آن را باور نمی‌کنند. در مجموع از حدود 10 روز پیش که به طور رسمی ورود کرونا به ایران اعلام شد، بسیاری از مردم ناباور نسبت به آمارها و راهکارهایی که از طرف نهادهای رسمی به آنها ارائه شده، نگران ابتلا به ویروس کرونا هستند. ساختارهای حکومتی در ایران چطور با ویروس کرونا به هم ریخته؟ بحران‌های پی در پی سیاسی چطور دولت امنیت در ایران ایجاد کرده؟ ادامه شکاف روزافزون میان حاکمیت و مردم، ایران و نظام جمهوری اسلامی را به کدام سو می‌برد؟ سه میهمان داریم. امین صوفیامهر، پژوهشگر فلسفه سیاسی در دانشگاه ایندیانا از شهر بلومینگتون در ایالت ایندیانا آمریکا با ماست. و حالا امید مهرگان، نویسنده و مترجم از بالتیمور در مریلند آمریکا. و تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی از آمستردام. خوش آمد میگم به هر سه شما. و از آقای عطابکی شروع میکنم، چون آقای عطابکی تجربه بیشتری در واقع تحلیل و ملاحظه وضعیت سیاسی در کشورهای متفاوت به خصوص در بلوک شرق هم دارن. من میخوام از شما بپرسم که آیا میشه گفت که ساختارهای حکومتی با اون چه که در چند هفته اخیر شاهدش بودیم در ایران به طور جدی تهدید شده و به هم ریخته؟ اجازه بدید بگم که یک شباهتی بین ساختار سیاسی ایران، این نظام و نظام توتالیترهای دیگه‌ای که یک دو جین شما در شرق اروپا و اتحاد جماهیر شوروی داشتیم می‌بینیم. و خب این در حقیقت این تشابه رو در یک حوزه های کاملا ویژه میشه رصد کرد. از جمله به دو شناسه اگر من بخوام اشاره کنم، اینه که این جوامع از یک رشد ناموزون همیشه رنج میبرن. یعنی در برخی از زمینه ها بسیار بسیار پیشرفت کردن و در برخی از زمینه ها اساسی ترین نیاز انسانی رو در حقیقت نمیتونن برآورده کنن. این در حقیقت تجربه شخصی خود من بود. وقتی که من مشغول پژوهش بودم برای رساله دکترایم در اتحاد جماهیر شوروی، میدیدم که کشوری که در حقیقت به آسمان رسیده، به اعماق در حقیقت کهکشان داره دسترسی پیدا میکنه، از ابتدایی ترین نیازهای مردم خودش غافل. از سوی دیگه آنچه که شناسه دوم این نظام ها رو در حقیقت متعین میکنه اینه که این نظام ها اساساً بر یک درکی از مصلحت نظام استوارند که بر این اساس در حقیقت نوعی به پراکندن ناآگاهی و اگر لازم باشه وقتی که مواقع بسیار بحرانی پیش میاد به دروغ متوسل میشن. شناسه هایی از این دست رو میشه اینجا و اونجا در تاریخ این جوامع سراغ گرفت. بحران هایی که اینجا و اونجا پیش اومد، از جمله از آخرینش اگر من بخوام اشاره کنم زمان آقای گورباچوف، به بحران چرنوبیل بخوام اشاره کنم که در حقیقت میخ تابوتی بود بر تمام اون امپراتوری دروغی که ما داشتیم. بنابراین این شباهت‌هاش شاید بتونه یک در حقیقت پرتوی بیفکنه بر اون چیزی که امروزه ما در ایران میتونیم رصد کنیم. آقای مهرگان، آیا شما هم اشاره کردن به قضیه چرنوبیل؟ بسیاری این روزها دارن مقایسه میکنن چرنوبیل رو با اون چه که ظرف آبان تا امروز اتفاق افتاده. حالا شاید نشه یک مورد کرونا رو با چرنوبیل مقایسه کرد، ولی اتفاقات آبان، هواپیما و بعدش کرونا رو به نوعی مقایسه میکنن با اون چه که در چرنوبیل اتفاق افتاده. شما چنین شباهتی میبینید؟ ببینید، به نظر من یه میلی پشت اینو قیاس وجود داره، در واقع میل دوگانه که به نظرم هیچ از این که اصلا ما به مفاد این مقایسه، چون که آقای عطابکی اشاره کردن، بپردازیم بعد نیست به خود همین میل فکر کنیم. اول به نظر من
در مورد ویروس کرونا. یه میلی هست که میگه آیا بعد از شکست‌های پیاپی در این سال‌های اخیر از 88 بالاخص به بعد و به قول شما آبان ماه و بعد ماجرای هواپیما و همه اینا رو هم، آیا وقتی همه اینا به شکست انجام میدن، وقتی دیگه مشارکت سیاسی مترقی و واقعی براش جایی نیست، آیا ممکنه یه ویروسی ما رو نجات بده و باعث میشه اینا برن به صلاح مردم و آیا سقوط جمهوری اسلامی این طریق ممکن هست یا نیست؟ این میل میدونید کندن از این وضعیت در پس این قیاس هست. میل دومم همونطور که ما نمونه شد در گفتار آقای عطابکی دیدیم، دقیقاً باز کردن پرونده ماجرای سوسیالیسم بد است و دولت‌های تمامیت خواه و سرمایه‌داری خوب است. یه جنبه دیگه‌ش هم اینه که بازم به سیاست روز برمیگرده. اما اگر موقع فکر کردن به یعنی قضیه کرونا به عنوان اخیرترین یعنی متأخرترین بحران فراگیر تو ایران به این میل فکر نکنیم، یعنی به این فکر آرزومندانه فکر نکنیم، اصلا نمیتونیم شرایط واقعی واکنش جهانی و دولت‌های دیگه به ماجرای کرونا را بفهمیم. یعنی بهترین راه اتفاقا مقایسه ایران با چین، با ایالات متحده، با ایتالیا و جاهای دیگه است، اگر هم قصد داریم دست به قیاس بزنیم. چون در ادامه بحث به این خواهیم رسید که تقریبا هر چیزی که آقای عطابکی در مورد ایالات اتحاد شوروی گفتن سر این ناموزون بودن به درستی، تخصیص منابع غیره، کاملا سر ایالات متحده امروز میشه گفت. اینکه چطور 40 میلیون فقیر مطلق دارن و افراد نمیرن حتی به دکتر برای اینکه بگن ما یا سیمتومای کرونا داریم، برای اینکه گرونه. حالا به اونا خواهیم، اما به نظرم این قیاس کمک هایی میکنه برای فهم سیاست بحران، سیاست مدیریت بحران، ولی بیش از اون به نظر من هیچ کمکی به فهم وضعیت کنونی نمیکنه. مهرگان ممنونم، بحث رو خیلی خوب جایی بردید، چون من مطمئنم آقای صوفی‌عامر در این مورد صحبت دارن. آقای صوفی‌عامر بفرمایید. بله، این یه امر بدیهیه که ما به اصطلاح هیچ تحلیل رو به نیت و میل و انگیزه تحلیلگر نباید فرو بکاهیم و این یه مغالطه است و این به جای اینکه وضعیت رو روشن کنه بر تیرگی ها خواهد افزود. ببینید، ما اگر بخوایم جمهوری اسلامی، هر رژیم سیاسی رو ما اگر بخوایم درک بکنیم، اون نقطه عزیمت ما باید اون انسان ایدئالی باشه که اون رژیم سیاسی میخواد بپرورونه یا در ذهن داره یا به عنوان الگو قرار میده. جمهوری اسلامی اون انسان ایدئالش انسان سرسپرده است، انسانی که از خودش یک هویت مستقل و فردیتی نداره و تمام خواسته ها و آرمان هاش در آرمان های ولایت فقیه و اون رهبر به اصطلاح محو شده و از بین رفته و این سرسپردگی یک درایجی داره. در درجه اول به اصطلاح سرسپردگی یعنی اون شهادت طلبی و اون شخص باید آماده فداکاری باشه. در درجات پایین تر شخص باید در عزاداری ها، سوگواری ها، در تشییع جنازه ها، در مدعی ها اشک بریزه و بر سر و سینه بزنه و به اصطلاح پیرو تمام اون سیاست های کلی نظام باشه. اینها یه ویژگی های لوکال و منطقه‌ای و خانگی هستن که در بقیه رژیم ها مثل رژیم شوروی سابق دیده نمیشه. ما باید به این ویژگی های لوکال یا ویژگی های خانگی هم توجه کنیم. دوم، اسلامی حکومت آرزمانی. ببینید، دعوای سوسیالیسم با کاپیتالیسم و با بازار آزاد بر سر این بود که کدوم یک از اینا الگوهای موفق حکومتداری هستند. جمهوری اسلامی اصلا دعواش با سوسیالیسم و با اقتصاد بازار آزاد بر سر این نیست که یک الگوی موفق داری. البته در تبلیغاتش اینو بیان میکنه، ولی پس آقای صوفی‌عامر به نظر شما اصلا نمیشه هیچ مشابهتی بین اونچه که الان شاهدش هستیم در ایران و نمونه هایی که قبلا حالا اتفاق افتادن، چه شوروی حالا در یک شکل دیگه، در یک لول دیگه، دوران محمد رضا شاه پهلوی و سقوط او، هیچ شباهتی نمیشه بین اینها برقرار کرد؟ یه سری شباهت هایی میشه، یه سری تفاوت هایی هست، ولی به نظر من نقطه عزیمت ما باید همون ویژگی های به اصطلاح منطقه‌ای و لوکال و خانگی خود جمهوری اسلامی باشه، قایات حکومت باشه، فرم
حکومشه و بعدا ما میتونیم دست به قیاس بزنیم. نقطه عظیمت باید خود جمهوری اسلام خب اگه با خود جمهوری اسلامی هم مقایسه بکنیم، آیا به نظر شما الان میشه گفت جمهوری اسلامی نسبت به خودش ساختارهاش با تغییرات جدی مواجهه؟ این امسال برای نخستین بار در طول 40 سال گذشته که انتخابات برگزار شده که مشارکت درش به حداقل در 40 سال بی‌نظیر بوده، خیلی کمتر از دوره‌های پیشین بوده، علاوه بر اون برای نخستین بار بدون اینکه بودجه در مجلس تصویب بشه مستقیم به شورای نگهبان رفته، این هم سابقه نداشته. آیا میشه گفت که به نوعی ساختارهای اصلی خود جمهوری اسلامی دچار تغییرات عمده است؟ من فکر نمی کنم. جمهوری اسلامی از روز اول، این جمهوری اسلامی همیشه خواسته جامعه رو در اون حالت به اصطلاح وضعیت استثنایی نگه داره که بتونه از بالا توده ها رو بسیج بکنه، ترس و هراس در توده ها به وجود بیاره و خودش از دل بحران بیرون میاد و خودش رو به عنوان قهرمان و نمیدونم مأوا و پناهگاه این توده های رمیده ترس خورده نشون بده. این از زمان جنگ هست، این که جنگ رو 8 سال ادامه دادن در صورتی که میتونستن بعد از فتح دوباره خرمشهر، فتح خرمشهر به اصطلاح جنگ و پایان هم این کار رو نکردن. جمهوری اسلامی اصولا خصلت بحرانزا و بحرانزی داره و فکر میکنه با این بحران ها میتونه یک جامعه درمانده و مستثری رو به وجود بیاره، یه جامعه سرسپرده‌ای رو به وجود بیاره که فکر این که آلترناتیوی هست برای این جمهوری اسلامی و بحران‌های پی در پی رو از ذهنشون بیرون بکنن. اینی که پایان جمهوری اسلامی یعنی مصیبت و نکبت ایران، اینی که جمهوری اسلامی اینو نشون میده برخواسته از خصلت‌های ذاتی حکومت. صحیح. آیا اتابکی نظر شما رو هم بشنوید با توجه به اشاراتی که آقای مهگام به صحبت‌های شما کردن و بعد با توجه به صحبت‌های آقای صوفیامهر، این وضعیتی که یک کشور دائما در شرایطی قرار می‌گیره که حکومت در واقع به مردم داره میگه من نباشم شما با مشکلات عدیده‌ای روبرو هستید و به نوعی در این شرایط حساس کنونی دائما اونها رو نگه داشته. اجازه بدید من در آغاز این گفتگو صمیمانه از آقای مهرگان خواهش بکنم که خانش خودشون رو از صحبت‌های من به عنوان تحلیل من ارائه ندن. من هیچ فضیلتی برای سرمایه‌داری و یا هیچ دنایتی برای سوسیالیسم قائل نیستم به اون شکلی که آقای مهرگان دارن اشاره میکنن. فقط خواستم بگم که بر اساس تجربه خود من چه شباهت‌هایی بین وضعیت کنونی ایران و این در حقیقت اتفاقاتی که در این چند مدت گذشته پیش آمده با آنچه که من به عنوان یک آدم در زندگی خودم دیدم و تجربه داشتم اشاره کرده بودم. ایشون اشاره میکنن به کشورهایی که مثل در حقیقت ایتالیا، ایران رو باید ایتالیا یا فرانسه یا دیگر کشورها در حقیقت مقایسه کرد. به نظر من چون این قیاسی محل فارقه، به خاطر اینکه ما میدونیم که اون نقاری که فعلا وجود داره در فضای اطلاع عمومی بین مردم و نهادهای تصمیم گیری در ایران، در ایتالیا و در فرانسه وجود نداره. شما سری بزنید به شبکه‌های اجتماعی ببینید آیا به اون اندازه‌ای که مردم ایران بی‌اعتماد هستند به نهادهای قدرت، اون بی‌اعتمادی، این درجه بی‌اعتمادی رو ما در ایتالیا داریم؟ آیا این درجه بی‌اعتمادی رو در فرانسه داریم؟ آیا مطبوعات ایتالیا و فرانسه ممنوع شدن که به مسائل از این دست بپردازند؟ این رو من واقعا صمیمانه میخوام بگم، ولی اجازه بدید بگم که در تمام این وضعیتی که پیش آمده در تمام این وضعیتی که پیش آمده این رو هم باید اشاره کنم که اصولا بر این باورم، بر این داوریم که سیاست و حقیقت همیشه رابطه خوبی در هیچ کشوری نداشتن. سیاست مدارا اصولا عوام فریبن، اما درجه عوام فریبی فرق میکنه از یک طرف و از طرف دیگه پاسخگویی و نهادهای پاسخگویی و گستره پاسخگویی متفاوته. یعنی شما در یک کشوری مثل ایالات متحده آمریکا با تمام کشرفتاری هایی که میشه اینجا و اونجا سراغ گرفت، اما یک شبکه بسیار بسیار گسترده در حقیقت رسانه‌ای دارید که میتونن مقامات حکومتی رو پاسخگو بکنن به رفتار خودشون و این در حقیقت نوعی اطمینان خاطر رو به مردم میبخشه که میتونن در حقیقت کسانی که مرتکب خطا شدن به پای میز
محاکمه بکشونن. ما در جامعه زندگی میکنیم که هنوز که هنوزه بعد از ماها شمار کشتگان اون فاجعه آبان، اون خیزش آبان هنوز اعلام نشده و به سادگی در حقیقت ازش گذشتن. تمام اینها نشانه است که آنچه که من در حقیقت تلاش کردم در آغاز صحبتم بین نظام‌های توتالیتر و یا شبه توتالیتر با نظام کنونی فقیه سالار ایران اشاره کنم، قیاس مع الفارق نبود و قیاس درست. آقای مهرگان بفهمید. ببینید در واقع من از وقت از میل در پس این قیاس صحبت کردم، من میدونم که خطر این بحث اینه که یا ما از جمهوری اسلامی دفاع کنیم یا به هر حال از غرب به عنوان یه جایی که همه چیز درش خوب انجام میشه. یعنی با افتضاحاتی که در این چند ماه اخیر بالاخص تو ایران رخ داده و دولت و حکومت نقش مستقیم درش داشتن و چه بسا هم روزنامه ها دیگران، هر نوع در واقع هر نوع حتی دفاع منفی هم از وضعیت ایران مسئله ساز خواهد بود. اما شما اشاره کردید به اینکه در ایالات متحده یه شبکه ای از رسانه ها و یه به اصطلاح تریبون هایی هستن که میتونن به مردم اطلاع برسونن. کاملا درسته، هرچند در دل اونم تفکیک هایی میشه کرد، یعنی بی اعتمادی به رسانه های بزرگ بهش میگن کورپوریت میدیا، یعنی رسانه هایی که مستقیم با پول عظیم در ارتباط هستن و اینا. اینجا هم بعضشون قطعا متفاوت نیست، به هر حال کسی مثل ترامپ از دل همین فضا به وجود اومده. منتها من دارم میگم قیاس باید کرد برای اینکه بفهمیم که در دل خود کشورهای دموکراتیک و ایران هم به هر حال این اشتیاق داره، حداقل جامعه مدنی رسیدن به اونجا، تناقض هایی هست که اگر ما اونا رو لاپوشانی کنیم و فقط ایران رو قیاس کنیم با نمونه های خیلی دم دستی مشخصی مثل اتحاد شوروی، خیلی به فهم وضعیت کمک نمیکنه. آقای خب شما ایران رو با کدوم کشور مقایسه میکنید؟ الان فکر میکنید که ایران چه وضعیتی داره؟ میشه با کشورها در آستانه بهار عربی مقایسهش کرد؟ میشه با کشورهای مقایسه کرد که سالهای سال به همین شیوه ادامه دادن و هیچ اتفاقی درشون نیفتاد؟ نمونه ها زیادن، مثلا زیمبابوه، مثلا کشورهای دیگه. با چه کشوری مقایسهش میکنید ایران رو؟ ببینید بذارید جواب این سوال برای من یکم سخته. من می‌خواستم از مورد چین شروع کنم به مفهوم دولت امنیت که شما گفتید برسم، ولی من حرفم اینه که هر کشور رو به یه معنا باید، یعنی تمایز بین ایران و مثلا فرانسه یا ایتالیا رو باید درون هر کشور دوباره از نو دید. مثلا اگر بخوام ایران رو با آمریکا مقایسه کنیم، خب آقای عطابکی درست میگن، هزار تا امتیاز مثبت به اون ور میره و یه مقدار کمی به این ور. اما اگر آمریکا رو با خود آمریکا مقایسه کنیم، در دل آمریکا حوزه هایی هست، مناطقی هست که از جهان سوم بدتره، یعنی از ماجرای سیل تو کاترینا بگی دوره بوش. ولی فکر نمی کنید این یک نوع مغلط هست آقای مهرگان، به خصوص در مورد مثلا بحث ایران؟ وقتی که شما بحث آمریکا رو مطرح می کنید، آمریکا به هر حال یک کشوری هست که به طور معمول می دونیم که به هر حال آمار بالایی از فقر ممکنه در بعضی از نقاطش وجود داشته باشه، مسئله بیمه های درمانی مسئله جدی از سر بخش عمده ای از جامعه، ولی به هر حال بخش عمده ای از جامعه هم دارن به شکل عادی و با رفاه زندگی می کنن. میشه گفت کشوری هست که بسیاری از مردم دنیا دوست دارن اونجا زندگی کنن. خود شما الان اونجا دارین زندگی میکنید. این منظورتون اینه که اگر در جایی باشم من نمیتونم نقدش کنم؟ نه نه، من میگم که شما میتونید نقدش کنید. من میگم که آیا فکر نمیکنید این که شما ایران رو با آمریکا مقایسه میکنید به نوعی مغلطه است؟ ببینید حالا مفهوم فلاسی مغلطه استواره برای اینکه پیشورزها غلط باشه و من از طریق پیشورزهای غلط و چیزهای دیگه مثلا نتیجه به ظاهر درست بگیرم. من این قیاس رو فقط از این جهت انجام میدم که واکنشی به طرف مقابل که چنان قضیه ایران رو برجسته میکنن وسط میدونید واکنش های عمومی به یه مسئله که اصلا در پسش هم میسری خواستهای ایدئولوژیک که اصلا همونش که گفتم. ببینید شما سایت جانز هاپکینز رو نگاه کنید، این بخش مپینگ در واقع نقش برداری که از شیوع کرونا کرده، ایران ردیف سوم، یعنی اول چین با تلفات عظیم، بعد کره، بعد ایران، بعد هم ایتالیا. مثلا مقایسه هم که میکنید میبینید که به هر حال وضعیت مرگ و میر و متاسفانه و بهبود یافتا بین ایران و ایتالیا تقریبا میدونید یه شباهت هایی داره. حالا من متخصص این قضیه نیستم، حتما ممکنه آمار دیگه هم به دست بیارم و آماری هم
آقای مهرگان، من فکر می‌کنم یه بحث روی جایی داره به در واقع بیراهه میره. بحث ما بیماری کرونا نیست که به هر حال یک اپیدمی الان جهانی هست، تقریبا در بسیاری از کشورها مسئله است. همین امروز اولین مورد مرگ در بریتانیا هم ثبت شد. مسئله شیوه برخورد با کرونا است. مسئله تأثیریه که کرونا بر ساختارهای سیاسی و اجتماعی یک کشور میگذاره. مسئله تأثیری است که بر اقتصاد اون کشور میگذاره و شیوه برخورد با اون. این مثلا مفهوم دولت امنیت، شیوه مواجهه چین با کرونا چطور بوده؟ چین میگن هنوز خیلی زیادی موفق بوده و تونسته در میزان مرگومی رو بیاره پایین در هفته های اخیر. اما اگه شما دقت کنین، جوری که دولت چین یه شبکه عظیمی از اپ‌ها و مثلا نظارت رو یا بهش میگن سرویلنس رو انداخته که مثلا افراد میتونن از خیابون که بیرون بیان، دو خیابون اونورتر کسی مبتلا است میتونن روی موبایلشون ببینن، روی گوشی همراهشون ببینن. من این فهم کردم که حتی اگر شما به یه همچین فاجعه یا اپیدمی واکنش عقلانی به اصطلاح نشون بدین، واکنشی که مثلا درش چیزی مهار میشه، در این حال به دولت یک قدرت عجیب و بی سابقه میده که همین مسئله نظارت و مسئله کنترل جمعیت و در پی اون احتمالاً مسدود کردن صدای مخالف و اینا هم خیلی درش متبهرتر بشه. یعنی ایده واکنش عقلانی دادن و مهار کردن در دل خودش این دولت امنیت رو به وجود میاره. من شما ببینید که این دستگاه های نظارتی که در چین از قبل خیلی خوفناک بوده الان چند برابر شده. یعنی یک جنبه این عقلانیت در واکنش به یک وضعیت صرفا یه چیز اینجوری نیست که دولت ها به حال موجودیت های خونسای هستن که باید بیا بده. آقای صوفیا مهر چه فکر میکنه در این مورد؟ آقای صوفیا مهر میگن شرایط و در واقع طبیعت این ویروس و شیوهی که اون داره پخش میشه نوعی هست که دولت ها مجبورن شیوه های ویژه داشته باشن، ساختارهای معمولشون رو گاهی فراموش کنن برن سراغ ساختارهای دیگری. ببینید این که این ویروس کشنده است خب از بدیهیات و اینکه زندگی عادی رو در کشورها مختل کرده خب جای بحث نیست. ببینید همونجوری که شما گفتین نحوه برخورد و مدیریت بحرانه. ببینید فرضاً اگر که در ایتالیا گفته میشه 98 نفر به اصطلاح قربانی داشته ویروس کرونا، کما بیش مردم قبول میکنن که این آمار درست. جمهوری اسلامی اینقدر دروغ گفته و اینقدر تاریخ بلندی در دروغگویی داشته که اصلا این آمار قابل باور نیست برای عامه مردم. یه بی‌اعتمادی نسبت به حکومت وجود داره. آمار رسمی میگه مثلا 72 خورده کشته شده، آمار غیر رسمی که ایران اینترنشنال و بی بی سی هم بهشون دسترسی داشته میگن که 400 خورده کشته داشتن. ببینید این پنهانکاری که مشکل رو و این بحران رو تشدید میکنه. هنوز خبرهایی هست، گزارشهایی هست که اینها به اصطلاح پروازشون رو به پرواز هواپیمای ماهان به چین قطع نشده. متوجهم آقای صوفیامر، آیا فکر میکنید این در واقع من از همون ترمی استفاده میکنم که آقای مهرگان هم استفاده کردند، دولت امنیت، بحثی که به هر حال الان در شرایط ویژه بسیاری از کشورها ممکن است برن به سمت اینکه شرایط رو شرایط ویژه بکنن و وضعیت ویژه ای باشه، آیا این رو میپذیرید؟ بله وضعیت ویژه ای هست، اما مشکل جمهوری اسلامی اینه که همون از روز اول گفتن که قم رو قرنطینه کنیم. مسئولان ترکیه‌ای گفتن، ما به مسئولان جمهوری اسلامی گفتیم قم رو قرنطینه کنیم و اونا قرنطینه نکردن. اصلا جمهوری اسلامی مشکلش اینه که جاهایی که باید به اصطلاح قاطع برخورد کنه خیلی شلوغه و به جاهایی که نباید مثلا خشونت و سرکوب و قاطعیت انجام بده. در مورد مثلا اعتراض به بالا رفتن قیمت بنزین از گلوله جنگی استفاده میکنه برای که سر و قلب معترضان رو نشانه بگیره، ولی موقعی که قرنطینه میرسه اصلا به عنوان مثلا یک حکومت مستحصل و دست و پا بسته ظاهر میشه. جمهوری اسلامی در همه زمینه ها ناکارآمده به جز سرکوب و به خاطر اون خصلت‌های ذاتیش که اصولاً منافع ملی و منافع شهروند ایرانی که داره گوشت و پوست و خونه براش اهمیت نداره و اون ایدئال های آخر زمانیش براش اهمیت داره. هزار نفر هم مردن فدای سر ولایت فقیه.
بله، ولی این اشاره که شما کردید به بحث بی‌اعتمادی، به نظر میاد که این یک بحث کلیدی هست. بسیاری دارن در مورد این صحبت میکنن، در مورد اینکه آمارها رو قبول ندارن، شیوه هایی که ارائه میشه رو قبول ندارن. اگه میشه میگن که تست کرونا وجود نداره، میگن چرا پس برای مدیران ارشد، برای آقازاده ها وجود داره، برای بقیه وجود نداره. یعنی این بحث بی‌اعتمادی، این فکر میکنید که چقدر تأثیر داره در نگاهی که جامعه داره به حکومت، و چقدر میتونه یک حکومت با این بی‌اعتمادی که الان میبینیم، به خصوص مثلا بعد از قضیه هواپیما، بعد از عدم اعلام تعداد کشته‌های آبان بیشتر و بیشتر شده، تا کجا یک حکومت میتونه با این بی‌اعتمادی پیش بره به نظر شما؟ جمهوری اسلامی اینو پذیرفته که مردم قبولش ندارن و اکثریت مردم قبولش ندارن، بهش اعتماد ندارن. به خاطر همین هر چی که جلوتر میره، نقش پروپاگاندا و تبلیغات بیشتر میشه برای اینکه این فضای خیالی رو برای خودش بسازه که مردم پشت اون حکومت قرار داره. اعتماد به اصطلاح اون روح جامعه است. ببینید، شما مثلا به یه دکتری اعتماد ندارین، برید مثلا پیش اون دکتر، خب هر چی دکتر بگه شما گوش نمی‌کنید. آموزگار داشته باشین، بهش اعتماد نکنید، ساعت‌ها پای درسش بشینید، به حرفش گوش نخواهید کرد. جمهوری اسلامی هم الان دچار این بحران و بحران اعتمادی شده و مردم اعتمادی به اون ندارن و متاسفانه و اون چیزی که بحران تشکیل می‌کنه که مردم ابزارهایی رو ندارن که به صورت مسالمت‌آمیز و حتی غیر مسالمت‌آمیز جمهوری اسلامی رو کنار بذارن. ببینید، اگر که این گزینه در اختیار مردم قرار گذاشته میشد، من باید عذرخواهی بکنم، این کیفیت خط شما خیلی خوب نیست. من خواهش میکنم از همکارانم تلاش بکنن بلکه بتونیم اینو برطرف کنیم، دوباره به شما برگردیم. از آقای عطابکی بپرسم. آقای عطابکی، این اعتماد نداشتن واقعا چقدر مسئله جدی هست؟ آیا میشه گفت که عدم اعتماد به یک حکومت پاشنه آشیل اون حکومت هست؟ چون حکومت های دیگری هم هست. همین الان مثلا ممکنه که خیلی ها بگم آقا الان احتمالاً آقای مهرگان اینو قبول دارن که خیلی از مردم در آمریکا اعتمادی به دولت ترامپ هم ممکن هست نداشته باشن. من صحبتم رو با چرنوبیل آغاز کردم، اشاره تاریخی. اجازه بدید که یک اشاره کنم به یک گفته ای از سویتلانا الکسیوویچ، نویسنده و روزنامه‌نگار اهل بلاروس، که جایزه ادبیات 2015 رو به خاطر کتاب چرنوبیل تاریخ شفاهی یک فاجعه اتمی برد. ایشون در این کتاب اشاره میکنه، در یک گفتگوی در حاشیه اون کتاب اشاره میکنه، میگه چرنوبیل به ما نشون داد که مکتب قدرت و زور، تکیه بر قدرت و اجبار، بیش از همه جامعه رو به راهی میبره که به بنبست میرسه. و بعد اشاره میکنه که چرنوبیل دیدگاه جهانی ما رو تغییر داد و پایه‌های شالوده شوروی سوسیالیستی رو لرزوند. چرا چنین شد؟ به خاطر اینکه یک نظامی بود که در حقیقت گام به گام بر نقار، بر اون شکاف بین مردم و نهاد قدرت افسوده بود. و رختی رسیدیم به داستان چرنوبیل، این عمق دیگه در حقیقت به اوج خودش رسیده بودش. آیا طبقی چه چیزی در چرنوبیل این رو ایجاد کرد؟ چون چرنوبیل، اشاره درستی شما کردید، چرنوبیل رو بسیاری، خود گورباچوف میگه چرنوبیل دلیل اصلی سقوط شوروی بود. بسیاری دیگر از نویسنده ها همین رو نظرشون هست. سرهی پلوخی، نویسنده کتاب چرنوبیل تاریخ تراژدی، این رو میگه و میگه فضای باز سیاسی به خاطر چرنوبیل ایجاد شد. چون خیلی ها معتقدن فضای باز سیاسی باعث شد که در واقع شوروی سقوط بکنه. اما چه چیزی در فاجعه چرنوبیل این فضا رو ایجاد کرد؟ آیا دروغ گفتن و لاپوشانی بود، این که مدت‌ها در واقع بعد از اتفاق هنوز اجازه دادن تعداد زیادی از مردم اون اطراف زندگی بکنن، این که فجایعی که بعدش اتفاق افتاد رو هیچ وقت به درستی نفهمیدیم، درست اعلام نشد، چه چیز این اتفاق، این پاشنه آشیلی بود که ازش صحبت میشه؟ اگر آقای مهرگان قول به من بدن که فکر نکنن که من دارم آرزوی سقوط فردای جمهوری اسلامی رو میکنم، با کمال میل اشاره کنم بگم که اولا که گورباچوف، این دبیرکل حزب کمونیست شوروی آن زمان، واقعا تلاش میکرد یک سیستم
فربه ولی بیمار رو اداره کنه، که این سیستم با بازدهی و کارایی چندانی واقعا نداشت و این رو رفته رفته مردم میدیدن. اما وقتی که باستاب چنین ادعایی رو که من کردم در فاجعه چرنوبیل میبینیم، میبینیم که، و اینم در اول صحبتم به رشد اون ناموزون اشاره کردم، این که وقتی ماموران آتش نشانی آمدن به سراغ این چرنوبیل و جلیقه های مخصوص آتش نشانی نداشتن، نخستین و ابتدایی ترین ابزار رو پزشکان برای درمان بیماران نداشتن و مردم واقعا تعجب کردن که آخه این چه کشوری است که از یه طرف شما به اعماق خدا میرید و از یه طرف یک جلیقه آتش نشانی ندارید، ماسک ندارید، این رو ندارید، انواع اقسام نیازهای ابتدایی رو برای پاسخ دادن به این فاجعه ندارید، برای چی اینجا هستیم؟ من واقعا شباهتش میگیرم وقتی من زرادخانه های موشکی ایران رو میبینم با خودم میگم ای کاش یک انوم این هزینه‌ای که زر زرادخانه های موشکی بود آیا خرج در حقیقت آمادگی برای بحران هایی از این دست میشد. امنیت خانم غازیزاده فقط موشک باران ایران نیست، امنیت و عدم امنیت با کرونا هم پیش میاد. همون اندازه مردم میتونن در حقیقت حس عدم اطمینان و عدم امنیت در یک کشور داشته باشن به خاطر سیل، به خاطر زلزله، به خاطر کرونا ویروس که میتونن با یک هجوم نابکارانه دشمن میتونن داشته باشن. از طرف دیگه اون چی که در حقیقت در مورد چرنوبیل پیش آمد، مردم متوجه شدن که در همون نخستین روزهای این فاجعه تمام رهبران این کشور دارن بهشون دروغ میگن، دارن میگن هیچ خبری نیست، برید بازی کنید، برید بچه‌هاتون رو برید اونجا، کشور دور شهر رو میبندن، میگن صداش در نیارید به خاطر اینکه مصلحت نظام میگه که ما تو جنگ سردیم و نباید جنگ رو به دشمن خودمون ببازیم. و حتی نماینده دولت اتحاد جماهیر شوروی تو کمیسیون اتمی وین میره دروغ میگه، و وقتی که واقعا 20,000 آدم اونجا دست بین داشته میرفته، اینا میرفتن دروغ میکردن و پنهان میکردن. من واقعا شباهت هایی را از این دیدم که به این در حقیقت قیاس رسیدم که هفته ها بود، دو هفته حداقل بود که کرونا به این ویروس به ایران رسیده بود، ولی به خاطر مصلحت نظام و داشت برقراری یک در حقیقت تظاهرات پرشکوه برای انقلاب و بعدش انتخابات این رو پنهان کردند. خب اجازه بدید من برای کسانی که احتمالاً خیلی بعید هست کسی ندونه، ولی بذارید یک بار دیگه تکرار بکنیم. حادثه چرنوبیل، در واقع انفجار نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل در سال 86 اتفاق افتاد، آوریل 86 1986، و آمار کشته‌های مستقیم و غیر مستقیم اون بسیار متفاوت اعلام میشه، ولی به هر حال تعداد بسیار زیاد هست، هزاران نفر گفته میشه که به خاطر این حادثه به طور مستقیم یا به طور غیر مستقیم کشته شدن. آقای مهرگان، آیا 20,000 کشته دادم، اشتباه کردم، 2,000 کشته باید میگفتم، عذر میخوام، 20,000 معلول ما داشتیم. بله آقای مهرگان، من میدونم که شما از آغاز گفتید که خیلی به این مقایسه ها اعتقاد نداریم، ولی برای اینکه بحث رو بتونیم پیش ببریم، آیا فکر میکنید که اونچه که آقای عطابکی گفتند رو میپذیرید که میشه تشابه هایی دید از نظر در واقع اینکه ایران هم داره در یک حوزه هایی، در حوزه تلاشش برای مثلا پیشروی در منطقه، در حوزه موشکی، در حوزه هسته‌ای پیشرفت هایی میکنه، ولی در بسیاری از مسائل اولیه مثل اقتصاد، مثل وضعیت سلامت، مثل مسائل دیگه به مشکل برمیخوره. آیا به این شما باور دارید مثل آقای عطابکی یا نه؟ من به هیچ وجه معتقد نیستم که این مقایسه بی‌معناست کاملا. من فقط خواستم بگم که محدوده های این مقایسه کجاست و تا کجا باید ازش چه استفاده هایی میشه کرد. یک و دو، میلی که ازش صحبت کردم آقای صوفی عامر قشنگ در آخر حرفشون بیان کردن اینکه چون گزینه سیاسی دیگه ای نیست، میدونید این بی‌اعتمادی شکل میگیره و همه پیامدهای دیگه مواجهه با کرونا. وقتی از میل صحبت میکنم یعنی که یک بنبست، یک خنثی هست در وضعیت، خودش رو به شیوه‌های مختلف از جمله به نظر من تا اندازه مقایسه با ماجرای چرنوبیل. نگید تو چرنوبیل راکتور شماره 4 ترکید و مثلا این بود که یک نقص فنی داشت که نمیتونستن گرمایش
ضربات رو نمیشد کنترل کرد، یه بحثی اون داره و بخش عمده لاپوشانی به گذشته رفت داشت، اینکه اینا نمیخواستن این نخسر بیاد بالا که چرا حزب کاری سر این نکرد. بعد از اینکه مسائل روشن شد، بعد از اون لاپوشانی طولانی، هرچی معدن تو اتحاد شوروی بود ازش مس و سرب و اینا در آوردن که بتونن بریزن تو این راکتور 4 و اون مثلا مقاطی که درش به وجود اومده بود. میشه مقایسه کرد، اما من حرفم این نیست که نباید آرزوی چیزی که آقای اتابکی گفتن برای حالا رفتن اینا، حرفم اینه که نقد شما خیلی از جمهوری اسلامی اتفاقا رادیکال نیستش، چون جنبه های ایدئولوژیکی که شما به کار میبرید در این که مثلا این فانتزی که سر بعد میخواد بیاد به نظرم خیلی محدوده. وقتی از دولت تو ایران حرف میزنید از چی حرف میزنید؟ از کل از دولت حرف میزنید؟ دولت مجموعی از ساختمون ها، مجموعی از افراد، اوراق، مجموعی از اسلحه، مجموعی از جاده ها و انبوه کارمندا و کارکنانی که در اینجور کار میکنن و انبوه اینا هم به هر حال در هر نهادی در کوچکترین بخش و بالاترین بخش در درون مردم هستن، یعنی پیوند خیلی درونی و به اصطلاح خیلی مستقیمی با جامعه دارن. و یه حکومت دولت هم فقط مدیران ارشد نیستن، فقط هم که مثل تیم فوتبال نیست که بگیم تفکر داور اینجوری بوده. میدونید این یه جور ایدئالیست میکشه. من تعجب میکنم از میزان انتزاعی بودن بحثای دوستانم در این جلسه. در دل این دولت به معنای خیلی مشخصش انبوه پزشکان، پرستاران. آقای مهرگان، در مورد در واقع هدایت این سیستم صحبت می‌کنیم، در مورد پیچ و مهره های سیستم که صحبت نمی‌کنیم، در مورد این صحبت می‌کنیم که ساختارهای حکومت در ایران. بله، یعنی شما کسایی که دارن روزانه با این قضیه در تماس هستن، شما پیچ و مهره های سیستم میدونید. می‌دونید پیچ و مهره ها خیلی وقتا میتونن از ساختار فاصله بگیرن، کارهایی بکنن که در نص قانون نیست، نه اینکه غیر قانونی باشه، ولی یعنی در واقع شیوه برخورد اجزای یه سیستم لازم نیست رابطه تطابق کامل با بذاری مثال روشن بزنیم. مثلا معاون وزارت بهداشت اومده در تلویزیون اعلام کرده که کرونا تحت کنترله. رئیس جمهور احتمالاً بر اساس توصیه و صحبت‌هایی که با اونها کرده اعلام کرده از شنبه اوضاع به حالت عادی برمیگرده. دو روز بعد خود اون معاون وزیر که کرونا گرفته در رخت خواب، در واقع رئیسش وزیر بهداشت میاد میگه هفته آینده هفته پیک کروناست، احتمالاً اوضاع بسیار خرابتره. بلافاصله اعلام میشه که مدارس تعطیل برای دو هفته، دست کم میخوریم به آخر سال و بعد تعطیلات نوروز احتمالاً چهار هفته تعطیلن. منظورم این هاست آقای مهرگان. بله، این بلبشه که بهش اشاره میکنید کاملا وجود داره، یعنی از این لحاظ افتضاحاتی که داره رخ میده اصلا قرار نیست اینا رو پوشیده بشه. من تقریبا در تایید شما قصدتون دفاع نیست، منظور من این هستش که اگه بخوایم تحلیل کنیم آیا میشه دید که در واقع این سیستم به ناکارآمدی رسیده و این ناکارآمدی تا میخوایم ببینیم آیا این سیستم ناکارآمد قابل ادامه دادن هست یا نه. من فی نفسه در پیوندش با این ویروس خاص من همچین افقی میگم من چشم غیر مسلحه، ولی همچین افقی درش نمیبینم که این قضیه بخواد مثلا شکل، حتی چرنوبیل هم سرش میدونید مناقشه هست که این آیا واقعا مثلا اون به صلاح چیز نیخ نهایی به تابوت بوده یا نه. خود گورباچوف هم اینو با یه احتیاطی میگه، نمیگه این دلیل اصلی بوده یا به هر حال یه صورتبندی حرفش مهمه. منتها ببینید من یه در تایید چیز شما و این، من تو این چند هفته اخیر میدیدم که بعضی از مقامات متاسفانه بعضی رو گرفتن، به اون کاری ندارم، تو توییتر جاهای دیگه با یه جست قهرمانانه میگن که منم کرونا گرفتم، حتی چند تا از آقازاده ها دیگه. من این فهم کردم که چقدر جالبه که بعد از این همه سال، بعد از کل این گفتار مستضعفین و غیره، امروز یگان راه همبستگی یا همدردی با مردم برای مسئولان شده از طریق عفونت. در واقع اینکه ما در این عفونت با شما یکی هستیم، این ویروس شده یه جور نقطه که همچین میدونید وحدتی قرار رخ بده. این منظورم چیز ترسناکیه، چیزی که نشون میده که اصلا کارکرد این ماجرا برای خیلی ها یه چیز خیلی متفاوتیه با اون رنجی که افراد در
درون جامعه میبرن. اما ببینید وقتی از سیاست یک عفونت حرف میزنیم، از سیاست یک بحران حرف میزنیم، من فقط دارم میگم مقایسه فقط با چرنوبیل و اتحاد شوروی یه جور مقایسه ضعیفیه. یعنی درست میتونه باشه از خیلی جهات لاپوشانی بله مرکزی رای، ولی از اون جهت به این فکر کنید که مثلا همون که گفتم در اینجا ترامپ رئیس جمهور میاد میگه نه به نظر من خبر خاصی نیست و اونجا فلان ها، ولی مثلا میشه حلش کرد و بعد یه مقدارم لحن ضد نژاد پرستی ضد چینی ضد مکزیکی توش میاد. و دوما اینجا میگن آمار کاملا روشن نیست چون مردم پول ندارن برن کلینیک سر گوشه، باید $500 بدن برای آزمایش و هر چیزی. یعنی خیلی هم میگن ما خونه میمونیم چون بیمه نداریم. من نمیگم اینجا بهتره اونجا بهتره، آمریکا هم بده، این به صلاح اینا میگن وات اباوتیزم چیز خوبی نیست، پس اونجا چی پس اونجا چی. فقط دارم میگم من اینکه دیدگاه کانکریت‌تر مشخص‌تری از وضعیت داشته باشین، این مقدار با شرایط واقعی‌تر روز اینا رو قیاس کنین، نه بازم این اسطوره‌ای که مثلا سوسیالیسم بد بود و الان فکرشو نکنین. هر فانتزی هم که نسبت به بعد از کمونیسم دارید باید در محدوده همین لیبرال دموکراسی مدل به نمود نیر آمریکای شمالی باشه. این به نظر من ایراد. آقای صوفیا من نظر شما چیه؟ نمیدونم چون به موارد بیشماری اشاره کردن که واقعا بحث همه اونا مجال گسترده‌تری میطلبه. بله من همون جوری که گفتم باید نقطه عزیمت ما واقعیات باشه، بعدا از تئوری استفاده کنیم برای توضیح این واقعیات. ببین واقعیت جمهوری اسلامی اینه که این یک نظامیه با قریب 41 سال عمر، این یه ایدئولوژی داشته و یک پیشینه‌ای داشته و الان به اونجا رسیده و جمهوری اسلامی رو این اتفاقاتی رو که در مورد کرونا به اصطلاح انجام میده و این رفتار و این واکنشی که نسبت به اون انجام میده رو ما قبلا در بقیه حوزه‌ها و در زمان‌های دیگری رو دیدیم. دقیقاً آقای صوفیان، اصلا کرونا رو کنار بگذاریم، شکاف وجود داره، بی‌اعتمادی وجود داره، ناکارآمدی وجود داره، آیا همه این عوامل یک حکومت رو میندازه یا این حکومت با همین مسائل هم میتونه کماکان به راهش ادامه بده؟ ببین مشکل قیاس اینه که شما وقتی که قیاس میکنید اون موقع باید مثلا شروع بکنید به توجه کردن به تفاوت‌ها و شباهت‌ها، بعد اینقدر بحث دیگه گمراه کننده میشه که اصل موضوع که جمهوری اسلامیه به اصطلاح به حاشیه رونده میشه. ببین در مورد شوروی اینی که بگیم مثلا چرنوبیل یا نقش بازیگر یا بقیه اتفاقات نقش بازیگر در فروپاشی شوروی، ببین شوروی یک ویژگی‌های خاصی داشته که در ایران وجود در جمهوری اسلامی وجود نداره. اول اینکه گورباچوف جزء به اصطلاح نسل اول انقلابیون نبود، ایشون 13 سال پس از انقلاب بلشویک بود و ریشه های به اصطلاح شک و ظن نسبت به ایدئولوژی سوسیالیست در همان زمان کودکی در گورباچوف وجود داشت، که اینکه مثلا اون به اصطلاح سیاست های ارزی و کشاورزی استالین تاثیر بدی بر خانواده پدر بزرگ و پدر ایشون داشت و اون از کودکی این شک رو داشت. ببینیم این شک تا بالاترین سطوح مدیریتی شوروی نفوذ کرده. خود گورباچوف در ایران فکر می‌کنید اینطور نیست؟ ببخشید من می‌خوام چون وقت کم هست برگردیم به ایران. فکر می‌کنید در ایران اینطور نیست؟ آقای خامنه‌ای حقیقت طلبی گورباچوف رو نداره. ببینید اون چیزی که موجب رستگاری گورباچوف شد اون پرسش از خود بود و پرسش از بنیادهای ایدئولوژی بود که اون جامعه رو، آقای گورباچوف به این نتیجه رسید که دیگه نمیتونه خود فریبی و مردم فریبی کنه. آقای خامنه‌ای کسب و کارش خود فریبی و مردم فریبیه. و از بحث جالبی رو اشاره کردید آقای صوفیا مهر، از این نظر که آره جمهوری اسلامی هنوز تن به در واقع آزادی و فضای باز سیاسی نداده، اتفاقا میشه گفت فضا رو بیشتر بسته کرده و اتفاقات اخیر کاملا داله بر همین موضوع. اما سوشال مدیا فضای مجازی اطلاعاتی رو به مردم میده که میشه گفت به طور مجازی همون فضای آزادی سیاسی رو ایجاد کرده، اینطور نیست؟
بله درسته، منتها این همین فضای باز و این سوشال مدیا یه زمینه‌ای برای حکومت‌های توتالیتر هم به وجود میاره که اینا به اصطلاح دیس اینفورمیشن یا ضد آگاهی و ضد اطلاعات و جنگ روانی رو به راه بیاندازن و اینقدر مردم رو به اصطلاح گیج و سردرگم بکنن که شهروندان توانایی تفکیک میان خبر درست و نادرست رو نداشته باشن. این به اصطلاح این ویژگی‌های حکومت‌های تمامیت‌خواه هست که هانا آرنت هم ازش استفاده می‌کنه. این فضای مجازی مثل یه شمشیر دولبه که می‌تونه علیه حقیقت استفاده بشه و همینطور میتونه به پیشبرد حقیقت پیش بره. جمهوری اسلامی تا الان تونسته که این از فضای مجازی نسبتاً استفاده کنه برای به اصطلاح تحریف حقیقت و تقدیس قدرت به اصطلاح بدون مهار خودش. آقای عطابکی، نظر شما در مورد همین مورد اخیر چیه؟ آیا فکر میکنید فضای مجازی بتونه در همون جایگاه قرار بگیره که آزادی های سیاسی و اجتماعی در دوره گورباچوف ایجاد کرد در شوروی؟ بی‌تردید من فکر میکنم که بدون اینکه واقعا بخوام سرنوشت جمهوری اسلامی رو با سرنوشت اتحاد جماهیر شوروی گره بزنم، اشاره کنم که این فضایی که وجود داره در حقیقت دامنه رفتار حکومت جمهوری اسلامی رو به شکل بسیار بسیار چشمگیری محدود میکنه. شما نگاه کنید مستنداتی که شما در همین تلویزیون بی بی سی تهیه میکنید یا در فضاهای عمومی در حقیقت پخش میشه، دولت جمهوری اسلامی رو به پاسخگویی وامی داره و مجبور میشن که در برابر مردم بایستن و بگن که به چه دلیلی ما مثلا در مورد فلان اعترافات تلویزیونی فلان کار رو کردیم یا در فلان موردی باید ما چیکار میکردیم و نکردیم. این در حقیقت به نوعی نشون میده که این فضاهای عمومی، این رسانه هایی که شما هم بخشی از اون هستید، چه نقش سازندهی میتونه داشته باشه برای محدود کردن دامنه انحصار اطلاعات از سوی جمهوری اسلامی. اینجا اشاره ای کنم که در حاشیه صحبت آقای مهرگانی که در حقیقت تمام کسانی که به جان دارن در این روزها علیه این ویروس تلاش میکنن، شاید همکارانشون هم یارانشون سالها پیش در چرنوبیل هم همین کار رو کردن. ما نام پزشکان و آتش نشانهای بسیاری رو در همون فاجعه داریم که به جان خودشون رو به خطر انداختن تا این مردم رو در حقیقت حفظ کنن. داستان کتمان نقش اینها نیست، کتمان در حقیقت اشاره است به نقش در حقیقت کسانی که تکیه به قدرت زدن. این هم یک فرد نیست، این هم در حقیقت یک دولت نیست. تمام اون نهادهای تصمیم گیری چه در حقیقت با بحران زندگی می کنن و با بحران در حقیقت هم بحرانزی هستن هم بحرانزا در حقیقت هستن و این حلقه داره همینطور می کرده و حلقه از بالا به پایین همینطور داره در حلقه تزویر و دروغ داره می چرخه. یعنی آقای عطابکی، راجع به حلقه وقتی صحبت می کنیم یه بحث مهمتری این هستش که خب بعدش چی؟ چون این میدونم این از اون بحثای بسیار حساس است، چون بسیاری میگن که وقتی صحبت از بعدش میکنید شما انگار که دارید مردم رو میترسونید از این که مثلا جمهوری اسلامی بده ولی همینجوری بذارید باشه چون بعدش نمیدونیم بدتر از این شاید بیاد. ولی بحث این هستش که شما مقایسه میکنید شوروی بعدش، خب الان چیزی که الان در روسیه داریم فضای خیلی بهتری رو همچین ترسیم نمی‌کنه نسبت به اونچه که در دوران شوروی بوده. خیلی از کسانی که در دوره شوروی رو به یاد دارن میگن دست کم در اون دوره بهداشت، آموزش برای آحاد ملت بود، الان چنین امکانی نیست، روسیه میلیون‌ها فقیر داره. منظورم این هستش که لزوماً این نیست که سیستم میره و سیستم جایگزین سیستمی هست که میشه بهش اعتماد کرد و این دور باطلی نیست. ما این رو حقیقت در خود ایران همونم داریم. 40 سال از انقلاب گذشته مردم، حتی گروهی از مردم خیابون میان میگن که رضا شاه روحت شاد و حسرت دوران گذشته رو دارن میخورن. این فقط اتحاد جماهیر شوروی نیست و خواست پاره ای از مردم اون دیار نیستش که حسرت دوران شوروی رو بخوام بخورن. اما اینجا میخوام اینو اشاره کنم که این فاصله ای که وجود داره
به هر صورت به نافرمانی مدنی منتهی میشه، به اینکه به هر صورت به توانمندی گروه های اجتماعی منتهی میشه، چگونه بتونن با تعامل و بخشهایی از قدرت به یک گذاری برسن که در حقیقت بتونن با کمترین هزینه ها شرایط بهتری رو فراهم کنن. دولت اون که ما در فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی داشتیم یک انقلاب خونبار نبود. به هیچ در حقیقت ناکارامی یک سری در حقیقت نهادهای قدرت بود و یک سری افرادی بود که بر سلیر قدرت برای سالها تکیه داده بودند و در حقیقت توانمندی گروه‌هایی بود که تغییرات عظیم و شگرف اجتماعی رو می‌خواست. آقای مهرگان، به نظر شما، شما خودتون فعال اجتماعی بودید، روزنامه‌نگار بودید در ایران و به هر حال بعد از 88 هم با مشکلات جدی روبرو شدید. آیا فکر می‌کنید فضای آماده هست؟ آیا اصلاً چنین فضای تحمل میشه در ایران؟ بسیاری میگن که باید نگران بود که اگر قرار باشه که این سیستم فعلی که حالا به نظر میاد که هر روز یک تکش هم از کار داره میفته، مثلا همین قضیه دور زدن مجلس رو توسط آقای خامنه‌ای بهش اشاره میکنن، میگن اینکه این سیستم کاملا داره از در واقع حیز انتفاع خارج میشه، باعث میشه که دست بالا بیفته به نیروهای امنیتی که اونها سیستم خودشون رو خیلی در واقع محافظت شده ادامه میدن و اونها هستن که میتونن تنها جایگزین های موجود باشن و اون میتونه آینده خطرناکتری تصور بکنه. ولی آینده ناممکنی نیست. بلخص که معتقدم اصولا دولت ها خیلی قوی شدن در این 7-8 سال پیش در منطقه و جاهای دیگه. اصولاً به لحاظ تجهیز نظامی، به لحاظ کنترلشون بر همین رسانه های جدید اینا و ایران هم مستثنا به هیچ وجه نیست. ببینید اگر بخوام بگم این مقدار حرف از آینده بزنیم در اواخر بحث، اولا سر ایران به نظر من که اوضاع که خوب نیست، این خیلی روشن، اوضاع خیلی بده و حتی راه به یأس میده تا اندازه‌ای که به نظرم در پس این برخورد و حتی این بحث در مورد کرونا خودش رو نشون میده. اما یکی دو سال دیگه دوباره بنزین، این سوبسید نهایی که مونده، یارانه‌ای که تهش مونده، اونم حذف کرد. احتمالاً دوباره میدونی واکنشی مردمی صورت بگیره. این دور تکرار خواهد شد. این پایان کار نیست. یعنی حتی در ورای این ویروس به قول شما که بحث اصلی هم به یه معنا نیست. یه تیرگی‌های این آینده حتی خیلی نزدیک با خودش داره. و خیلی هم نشانه از این نیست که از بالا به صلاح بخوان چیزی رو باز کنن. خیلی نیازمنده به این که یا فروریزی کنه از بالا مثل به صلاح گذار دیگه ای. من کلمه گذار استفاده نمی کنم، همش یاد انقلابای مخملی می افتم که به نظرم مسئله داره، ولی به هر حال این هست. فقط یه نکته، من یه سوالی از آقای عطابکی دارم، در واقع سوال از بی بی سی هم هست به خاطر طرح این بحث، ولی به هر حال از ایشون می پرسم. این که شما از مسئله فروپاشی صحبت کردن، امکان این که ممکنه دولت از پی این ماجرا و ماجرای شبیه این راه به گذاری بده، اگه میتونید، یعنی براتون متصور هست که اگر این اپیدمی به پندمی جهانی تبدیل بشه و واقعا گریبان 80% از جمعیت رو بگیره چنان که میگن، این تصور این میتونید بکنید که خود سرمایه‌داری جوری یا کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری از هم بپاشن به خاطر ناممکن بودن ناتوانی و ناکارآمدی در مقابله با این ماجرا؟ آقای عطابکی اگه کوتاه جواب بدید ممنون میشم. آقای مهرگانی، من مورخم و چیزی که یاد گرفتم این که در تاریخ ناممکن ناممکنه، یعنی همه چی ممکنه. یک کلمه. بله. آقای صوفیا مهر، شما هم اگه کوتاه جواب بدید ممنون میشم. من فکر میکنم ما ایرانیا باید از خودمون بپرسیم آیا ما انسانهایی هستیم که از گذشت روزگار و اون تروماهایی که جمهوری اسلامی بر ما تحمیل کرده درس میآموزیم یا نه؟ درسی که میآموزیم چیه؟ آیا صرفا بد آموزیه یا درس عبرته؟ ما باید بدونیم ضرورت الان چه چیزی ایجاب میکنه. ضرورت اینه که ما فکر کنیم که سل هستیم و ناامید بشیم و دست به هیچ کاری نزنیم، و اگر که بگیم که دست به این جمهوری اسلامی بزنیم، ایران با یک نکبت بزرگتری مواجه خواهد شد، یا اینکه نه، ما به عنوان انسان‌های مسئول دست به یک برنامه ریزی کلان ملی بزنیم و خودمون رو از این شر جمهوری اسلامی رها بکنیم. ممنونم آقای صوفیا مهر، عذرخواهی می‌کنم بابت کیفیت بد خط آقای صوفیا مهر، آقای عطابکی و آقای مهرگان، متشکرم که در این بحث شرکت کردین و ممنونم از شما که با صفحه دوی آخر هفته همراه بودید. شب و روزتون خوش.